خانم سالن زمارا، خانم سالن زمارا، خیلی خوشمه. خیلی خانم سالن زمارا، خیلی خوشمه. بفرمایید. خیلی خانم سالن زمارا. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. زنده باشید. خیلی خیلی خوش اومد. آی سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید، عیدتون مبارک. ببخشید اینجا جشنه، به خاطر هم به خاطر عید قربان. خوبین؟ عیدتون مبارک، خیلی خوش اومدید. منم تازه بیدار شدم، دلتنگت بودم، مرسی. منم همینطور. خب بریم مهمون عزیزو بیاریم. کسی نیست رل بزنیم. آخه کی با تو رل میزنه بدبخت؟ قیافتو ببین، کسکش. الان 1000 تا پسر کباب بیاری. نعیم، اسمش نعیمه، بعد میگه خب کدوم خریمیت با تو رل بزنه. سلام فرشته، خوبی؟ این انو ببینید، اسمش نعیمه، نعیم قربانی، کستکش. هر کی اسم تو رو ببینه فرار میکنه. بعد الان این همه پسر خوشگل و جیگر و با ماشینای خوب و خونه خوب بدون رلم، بعد بیام با تو ان، تو دلت چقدر خوشه. من که پسرم تو دهنت نمیرینم. نعیم، خیلی تو سرت اسم انتخاب کردی؟ چی؟ سلام، خوبی؟ مرسی. تو خوبی عشقم؟ عیدت مبارک. سلام شیبا جون، همه دوستایی که تو لایبن سلام. سلام آریان، لباتو ژل زدی؟ نه، همون سال پیش که یه بار زدم، تا الان دیگه نزدم. لبای خودم از اول بزرگ بود. درسته. سلام آقا مهدی، خوبی؟ خوش اومدی عشقم. به وعید بگو امشب لایو نمیذاره، من بیدارم دیگه، امشب 12 بیدارم. آیان لبات مثل کونه مرغه. خوبم مرسی، کونه مرغم خوبه. هم چه لبی، همش گوشته. آره عشقم، همش گوشته. جدیدن خیلی خوشگل شدی. آره عشقم، خب کونا باید خوشگل باشن، کون باید خوشگل باشه دیگه. نه من باید خوشگل باشم تا یه کیر خوب منو بکنه؟ شماره تو میدی؟ یه بار میدم 0937 250 70 90، دیگه نمیگم.
تو خوبی عشق خانم؟ عیدی تو مبارک. وحید بگو شب لایو بذاره. هستم 12. یکم برو عقب باش. خب آریم مگه 12 بیدار باش توی طولایی؟ چشش هم آقا مهدی، من 12 بیدارم میام طولایی، چون امروز میخوام برم خرید، میخوام برم یکم شیرینی بخرم و میخوام خودم رو شام دعوت کنم. دیروز عمل داشتم و امشب میخوام برم برای خودم شیرینی بخرم و برای خودم شام خودم رو دعوت کنم. یعنی نمیرم تو رستوران بخورم، میرم پیکاپ میکنم، یعنی از رستوران میگیرم میام خونه خودم میخورم، ولی بیدارم. آره دیشب برای اولین بار شب خوابیدم، چون بیهوشی هنوز تو... هنوزم که هنوز بیهوشی تو بدنمه. تو کدوم کشوری؟ من سیارم عشقم. کجا میخوای؟ من الان میام عشقم، بذار من درخواست بدم بهت. برم باش. سلام عشقم، چطوری عشقم؟ خوبی؟ عیدت مبارک. مرسی، عیدت مبارک. زنده باشید، خیلی خوش اومدید به بعد از 6-7 ماه تونستیم با هم لایو بذاریم، چون من روزا خوابم تو شبا خوابی. چیه قطع میشه؟ یکم کلت گنده است، یعنی چیز این استا هنگ میکنه. الو چی شد؟ کله گنده؟ خوبی؟ کسکش از بس که کلش گنده است وقتی میاد بالا اینستا هنگ میکنه. آره یه جون جواب ندی، بدون کاندوم میکنی؟ میدی؟ آره میدم بدون کاندوم. سنگینی کرد افتاد. آره از بس که کلش گنده است سنگینی میکنه تو لایف. کسکش این کله گندهش، برو کوچیکش کن عوضی. وی پی این تو درست کن کله گنده، یک ساعت پیش بهت گفتم دیگه. باشه عشقم. سلام جون. سلام. قطع شد، نمیدونم چرا. و اولا درست صحبت کن، مردی که 30 ساله با این کلت اشوه میاد. چه کار من داری عزیزم؟ به خدا ریشاد یه سلمونی رو مو میده، چی اشوه میاد؟ مثل آدم صحبت کن با این قیافت. وادل تن بخواد خواهر، به این خوشگلی، به این جذابی. خب این چیه؟ او تو هم معتاد شدی؟ آره معتاد. باید فقط همین کله گنده رو کم داشتیم برای ما سیگار بکشه. خوبی؟ مرسی تو خوبی. عیدت مبارک عزیزم، سال خوبی داشته باشی. ممنونم، زنده باشید. کسخل بعد یک ماه میگه عیدت مبارک. آره دیگه. خب چه خبره؟ کجایی خودتو به مره منو دوستان معرفی کن. من بالا فکر نکنم تو لایو باشم عزیزم. نه پیجتون هست، کلتون خیلی گنده است. نمیدونم تو چه خبر عزیزم؟ خوش میگذره؟ ما رو نمیبینی؟ خوشحالی؟ خیلی تکون دون موف. اوکی آره اوکی مرسی، تکون نخور زیاد. خب خودتو معرفی کن. من آراد هستم، بلاگر اینستاگرام، فان، رقص و دابسمش، از شهر شیراز. شیراز. از این چند سالت؟ وزنت و سایزت و همه رو بهم بگو. من 25 سالمه. قدم 173، وزنم 88. و ترنس؟ گی ترنس نیستم. نه گی یعنی دوست نداری تو پوشش بری؟ دوست دارم. خب دیگه اینجوری زیاد فکرش میکنم، زیاد دوست ندارم که مثلا با یعنی قید خانواده بزنم. خب اگه تو پوشش بری که خانواده بهتر میپذیره تا اینکه پسرونه کون بدی. نه من نه یه جایی نمیرم عزیزم، اشتباه نکن خواهر. بعد باکره ای درسته؟
باکره ای یا اینکه کسی نمیکنه؟ نزدم باکرم. دوستان عزیز ببینید پیج ایراد بالا هست یا نه؟ آرادم اشکم. آراد بچه ببینید پیج آراد بالا هست یا نه؟ خب بعد مشکل شدی اشکم کونا باید خوشگل باشن. ایول آفرین. مهدی جان یک دو دقیقه صحبت کنم میارم اشکم. کونا باید خوشگل باشن. آره دیگه، خب تو هم مشتری میگیری با خوشگل باشی. بله من اگه مثل قیافه که الان تو ببین ریشات همه زده بیرون، از یه مرد 50 ساله بیشتر ریش داری و سیبیل داری. عزیزم حالا من مگه چمه فلجم چیم؟ فقط مردم دیگه. نه خب این عشوت با این ریش و سیبیلات نمیاد. اصلا چه عشوه ای خواهر، اینجوری که نمی کنم. اصلا تو داری صحبت میکنی آب من اومد. اوه پس دوگانگی برات پیش اومده. منو میخواد بچه ها. نه تو داری حرف میزنی آب منو داری میاری. کسافت تو چیکار کردی با مردای سرزمین ایران؟ لالا آخه میدونی چیه، خیلی میان دایرکتم، خیلی تو شهر مثلا راه میرن، چون آخه کلیپ های من تو اکسپلور هست منو میبینن مثلا اونا تو شهر که راه میرم خیلی از ملت پسرا میگن بیا بیا شماره بدم و این چیزا. نمیرم پا نمیدم چون خوشم نمیاد از این کارا، بیخیال. اوکی الان بچه ها من این پیج لایو هم دیگه همیشه اینجا فالو کنید، هر کس از پیج ایراد اومده. آره بچه تو الان بیرون میری بهت گیر میدن؟ نه فقط میگن وای توی باورم نمیشه آره توی که خوشگل میرقصی. میگم آره خودم هم وای، هی میخوان عکس ازم میگیرن سلفی. کلن زیاد دوست ندارم که حضوری منو ببینن، دوست دارم مجازی منو دنبال کنن. بعد اینکه تایپ خودت چیه؟ تو اصلا کلن تو زندگیت هدفت چیه که الان که 25 سال شدی میدونی داری چی کار میکنی؟ هدفم رسیدن به عشقم متاسفانه. اوکی عشقم داری؟ عشق دارم ولی مجازی. مجازی حضوری نه. خب چرا مجازی؟ آخه خب دیگه شانس منه دیگه، هر کی شانس خودشو داره عزیزم. خب یعنی چی شانس؟ من میگم چرا مجازی چرا حضوری نه؟ میگم یعنی همه مثلا عشقاشون که پیدا میکنن با اونا هستن، ولی من با دورا دور باشم، یعنی نزدیک بهش نشم. نزدیک نشی؟ چرا نزدیک نمیشه به دوستات؟ یعنی میترسی زخمیشون کنی؟ نه عزیزم زخمی چی؟ من گرگم. نه این با زیبایی با اشفهاد منظورم اینه. آخه من چیزا که میپسندم سندای بالا هستم. خب واسه همین آخه خانواده دارن دیگه. ها اوکی، یعنی تو کی تایپات سن بالا؟ آره. چند سالن کی سال؟ 40 به بالا. 40 به بالا. چرا سن بالا دوست داری عشقم؟ آخه مگه اونا چه کنایی کردم تو دلم میره، بعدم عشقی من عاشق میشم، از روی هوس به کسی پا نمیدم عزیزم. نه میدونم، میگم چرا عاشق سن بالا میشی؟ آخه تایپم و کلن قلبم و اینا برای اونا هم. یعنی میتپه میتپه. اوکی دوست دیگرم بیاریم میخوام با شما صحبت کنم. آبا. بعد من... امروز یک موزیک و یه رقص هم میشه به بچه ها هدیه بدی؟ آره عزیزم فقط باید اون ضبطم چیز نشه، حالا از رو سیستم بزنم. اوکی از رو سیستم یه موزیک اولی یک داب اسمش برامون بخون، بعد یه رقص کوچیکم برای عید تبریک بده. باشه عزیزم الان می عزیزم زدم آقا مهدی. خب بچه ها برای چیز آقای آراد میخواد براتون یه رقص هدیه بده با یه دابسمش یک اجرای زنده. آریم کرم میزنی؟ کرم چی میزنی؟ من از این چی نمیزنم، من صورتم سفید هست. میوت کن آهنگ تا پیدا کردی باز کن. هم هم موزیک بذارم پیدا کردی؟ آره بلنش برو عقب، کلت کلایبو گرفته.
کله من مگه چش عزیزم، کله کلفت این استا. خب برو عقب بذار موزیک تو برقص. گفتم برو عقب گوشی تو بذار، برو عقب کامل ببینم چرا اونجا بعد جلو گوشی. آخه موقع میخوام لبخونی کنم دوست دارم به همه اجرامو ببینم. نه لبخونی نکن، فقط برقص. گوشی تو بذار عقب، یک آهنگ قشنگ بذار. این چی دمت گرم دمت گرم. نه قشنگم از آهنگ ها بذار. مرسی، خیلی لطف کردی، دمت گرم. خب اینجوری میگفتی آرا جون یکم بیشتر از خودت بگو که بچه ها بیشتر بشناسن. گفتی که تایپت فقط مرد سن بالا هستن، ازت پرسیدم گفتم که چرا مرد سن بالا رو دوست داری؟ آخه میگم که من فقط تایپم اونا هست و نمیدونم دیگه، اولش یه موقع خواب دیدم خیلی عاشق اونا شدم، یعنی جوونا رو دوست ندارم. آخه مثلا من دلیل دارم، مثلا من اولا که عاشق پیر نمیشم، عاشق جوونم نمیشم. توی زندگی من هر مردی میاد فقط به خاطر پوله، یعنی یا فقط پول بده و بکنه، چه تو رابطه عاشقی چه تو رابطه مثلا یک روزه. با پیرا رو بیشتر پول میگیرم، جوونا رو کمتر، ولی همشون پولی هن. یعنی منطق من اینه دیگه، پیرا رو که باشون میرم به خاطر پول بیشتر، هوس نه پیرایی که باشون میرم رو بیشتر برای اینکه پول بیشتری بدم. آها، ولی من اینجوری نیستم، من دلی و قلبی عاشق میشم، نمیتونم از روی مثلا یا پول یا چیز، چون تو پول و مال یا اینا نیستم، فقط تو عشقم. تو عشقم. بعد ببخشید شغل شریفتون؟ من آنلاین شاپ دارم تو اینستا، فروش سریالای ترکی دوپله. بعد خب مردم
الان همه فیلمای دوپله کسخلای مثل تو رو که همش تو یوتیوب همه جا هست، چرا باید بیان تو دی وی دی تو نگاه کنن؟ عزیزم خیلی ها اینترنت ندارن، خیلی ها یا ماواره دارن فیلمای پرخاطره گذشتهشون رو پخش نمیکنه، تکرار نمیکنه و تو ماواره خیلی پیام میاد، پیامای بازرگانی میاد، تبلیغ میاد، اینا اعصابشون خرد میشه دیگه، مشتری من میشن، مشتری تو میشن. بعد یه فیلم چقدر قیمتش؟ من حالا دوست ندارم تبلیغ کنم تو لایوهای دوستم و خواهر آریان، همینجوریشون سوال کردی جواب میدم. مثلا یک سریال با ارسال روی دیویدی ارسال میکنم شهرشون با پست، حدود 200 خورده ای در میاد. خب خیلی مفته، اگه نه خودش اگه 250 تومنه من 300 میدم. عزیزم مرسی، کاش که ایران بودی پخش برات میکردم. نه همین که کلت رو میبینم از 100 تا فیلم ترکی بیشتره برات. خیلی هم خوبه کله من، مگه چشه؟ نه خیلی خوبه، یعنی تو دیگه که اینا رو میکشی دیگه بعد من بعد برم بمیرم. چی به این روز چیه تریاک نیست؟ کی اینو بهت معرفی کرده اینجوری بکشی بلدم نیستی؟ این تازه شروع کردم خواهم. چرا از ناراحتی؟ نه کلا دوست دارم، سیگار میوه‌ای اول میکشیدم دیگه گفتم اینم امتحان. خیلی خوب. دوستان عزیزه که تو لایو این فیلماش خیلی ارزونه، 250 میده، اگه دوست داشتین میتونید بهش 100 تومن 200 هم ایدی بدید فیلمشو بخرید. واقعا برای دی وی دی و ارسال و اینا برای 250,000 تومن خیلی خوبه. الان ببخشید با 200 تومن یه پفک هم نمیدن، این یک دی وی دی فیلم کامل سریال ترکی رو میده. نه من فکر کنم بیشتر میگیری، یه تومن دو تومن، واقعا اگه 250 میگیری خیلی عالیه. آخه هر سریال قیمتاش متفاوت خواهد. آه یعنی این کمترینش بود. آره. آه اوکی درسته. خب ولی بازم بچه برای تو اگه خواستیم برید دایرکتی سوال کنید فیلم رو، فقط اذیتش نکنید عکس کی رو کون و اینا بفرستید. آره چون من اهل این چیزا نیستم بچه ها. آره اوکی نیستش. بعد این که تا حالا تو زندگی چند تا عشق داشتی کلا حضوری؟ من 3 تا 4 تا چهار تا فیلم داشتی، 4 تا عشق حضوری داشتی. آره اما اونا پا به من ندادن، یعنی چلاق سبز ندادن. اوکی الان من به عنوان یک مرد چجوری میتونم مخ تو رو بزنم؟ آخه خب من تو قیافه هستم عزیز من، قیافت مثلا تو دلم نره نمیتونم که دلم و احساسم رو به ابراز کنم. خب اوکی میگم من یه مردم، چجوری دل تو رو احساس تو رو به دست بیارم، چی کار باید بکنم؟ هیچی، بیای پیشم ببینم، دستتو بگیرم، لمست کنم، این چیزا. خب پس تو به اینایی که بیرون میبینن چرا ازشون فرار میکنی؟ چرا نمیذاری تاشت کنن؟ آخه اونا کیس هم نیستن. خب اوکی، یعنی من اگه الان بخوام مثلا کسی تو باشم باید پیر بشم؟ آره باید پیر بشم. بعد تو اصلا رابطه چیز نداری، دخول نداری، فقط احساسی، سافت؟ آره احساسیه. اوکی. حرف تکرار یعنی چی؟ حرف تکرار؟ خب تو این خانم گم میشی بیرون که دیگه حرف تکرار اینجا نمیزنی. من با کسی شوخی ندارم تو این عید عزیز، حرف من تکراریه. اوکی حرف من تکراریه، گوشای تو که دیگه مشکل نداره که بشین گوش کنی، میتونی سیک تو بزنی. تو چجوری جرات میکنی تو لایو من کامنت بذاری؟ نه برات کارت دعوت فرستادم، نه دوست دارم تو لایو من باشی، نه بهت نیاز دارم. تو داری تو لایو من عشق و حال میکنی وقتی تو میگذرونی، حرف تکراری. اینا ولشون کن، اعصابت خرد نکن، ارزش نداره. نه بی ارزش هست. اعصابم خرد نمی کنم، یه نفر بعد قربانی بشه تا بقیه هم بفهمن. چه عالی. اوکی. خواهر راز خوشگلی چیه؟ کیر. چه عالی، ایشالله سالی پر از مشتری داشته باشی. ممنونم. خب اوکی بعد گفتی به خاطری که من کیست بشم باید پیر بشم، بعد اینکه یه خاطره قشنگ برامون تعریف کن. آخه یه جوری هم میگه حرفای تکراری، آدم این کله گنده رو میبینه فلج میشه، من چی بپرسم از این؟ خب بگو. آخه بچه ها من که زیاد تو لایوهای آریان نیستم که حرفای تکراری آدم بزنم. اینو میبینه انش بند میاد، من چجوری دیگه دارم تلاش هم میکنم اینو به چالش بکشم، مثل ان نشسته نه حرف زدن بلد نیست. چمه چه دلت هم بخواد چه تو خب صحبت کن
مگه چت نیست؟ خب نه، سوال بپرس جوابت میدم. خب بیا این برای اینکه از سوال بپرسه تا این سر بزن. خب سوالم این بود که یک خاطرت رو بگو که با رلت اولین بار رفتی بیرون. اولین رلت تو چند سالگی بود؟ اولین رلم میگم که اونا با هم حرف نمیزنن که چه برسه دیگه ببینم ایشون. زیاد کم محلی میکنن، دوست دارن فرار کنن، اینجوریه. مگه تو اگه تو نمیگی چهار تا رل داشتی تو زندگی؟ آره آره، ولی فقط یکیشون چراغ سبز داد، بقیهشون زیاد جوابمو نداد. خب اونی که دلیلی که جوابتو ندن چی بود؟ والا نمیدونم، از بس که میگن کله کله شا ترسیدن. آه اوکی درسته. خب که اینطور، بعد اون یکی که چراغ سبز داد اونو بگو. اون فکر کنم LGBT بود، یعنی مثل خودم بود، اما به خاطر یه سری فکر کنم به خاطر خانواده شاید داشت ممکن بود، واسه همین ازم دوری میکنه. دوری میکنه. بعد تا حالا شده مثلا خونه فامیل یا دوست یا آشنا تو مدرسه یا اردو یا هر چیزی بعد بخوابین کنار دوستات بعد بمالن؟ دوستای مدرسه آره خیلی، یه بارم تو نمازخونه برای تعریف کنم فاطمه گل شدم. خب یه بار تو نمازخونه گیرم آوردن، یعنی اون موقع خیلی لاغر بودم چون قرص اعصاب نمیخوردم، میخوردم و کم میخوردم، یعنی قرصای جدیدا نمیخوردم، خیلی لاغر بودم، یعنی 5 تا افتادن روم. خب یعنی طبقه طبقه اینجوری لک شدم، باورت میشه، ولی خیلی خوب فرار کردم. خب تو مدرسه چی شدی؟ کردنت؟ نه نه نذاشتم. نذاشتی؟ چرا؟ آخه حالم بد شد، هم بو میدادن، مدرسه ای بودن دیگه و دانش آموز بودن، اصلا احساس حس بدی داشتم. برای همون موقع اینا کیسم نبودن، از همون موقع فهمیدم که عیسای من اون کلبه والا هستم. بچه ها تحصیلاتت چیه؟ من دیپلم هنری هستم. دیپلم هنری. بعد و خودت هم گفته بودی که اشتباه رفتی این رشته. آره آره، من علاقه به کامپیوتر و برای هم دیدی که آنلاین شاپ دارم، علاقه به فضای مجازی دارم بیشتر، کامپیوتر و سیستم. و کی گفت بری هنر؟ آخه میدونی چیه، من همون موقع عاشق یه معلم و پسرش شدم، الگوم کردم اونا، میخواستم برای همین گفتم برم رشته هنر، اونم میبینم که اون رفت پیش دانشگاهی، از مدرسه رفت، ولی من موندم و تنهایی خودم. تنهایی خوده. پس تو به خاطر عشقت رفتی تو هنر؟ آره آره. و یکی از خاطرات اینه که رفتی هنر، اون معلم هنرت گفت گم شو بیرون، تو اصلا به درد این رشته نمیخوری. آفرین. آره. چجوری گفتن؟ آخه داشتیم نمایشنامه و اینا میخوندیم، بعد معلممون خیلی برای گوشیای بچه‌ها درست میکردم، خب فهمید که من اطلاعاتم خیلی قویه از سیستم و برنامه و اینا، فهمید گفت توی به درد این رشته نمیخوری، با بری بیرون. شد تو گفت به هنر نمیخوری، کامپیوتر و اینا فنی خوبی. آره آره آفرین. درسته. لیدا جون تو لایوی میتونی اگه میتونی بیا بالا کامنت بذارش خان خوشحال میشم. خب که اینطور، یه نقش میشه برام بازی کنی؟ یه فیلم سکانس کوچیک. آخه من بلد نیستم، من نم میتونم تو بحر نقش برم، چیزی بلد نیستم. کن مثلا همین چل به بالا بهت خیانت کرد، یه عکت کوچیک. گریه میکنم جاش، چی بگم دیگه به خودم. نه همون دری رو همون دری رو که باز کردی رقصیدی، از اون در بیا، بعد فکر کن مثلا مرده داره با یکی با آریان داره شوهرتو منو میکنه، عکت تو برام اونجا انجام بده. فکر نکن تو لایو. نمیتونم عزیزم، نمیتونم اصلا، نمیتونم برم تو نقش و این چیزا، بلد نیستم عشقم. خب برو حالا یه بار امتحان کن. یه بارم خب پرسیدی این سوالو، نمیتونم عزیزم. خب یه بار، من میدونم تو قدرت اینو داری، بلند شو.
از در وارد تو فکر کن شوهرت داره به یکی خیانت میکنه اون چهل به بالا، ببینم چی کار میکنه. برو بیرون بیا. آره برو بیا ببین. آره یه برو برو کام در ببند بعد از 10 ثانیه بیا. یک هر وقت گفتم سه بیا. این رفت تو کمد یا رفت بیرون کلا؟ یک هستم. آه اوکی سه گفتم بیا. خب یک دو سه. وای عشق کردم دیگه. واقعا مرسی که از هنر اومدی بیرون خانم عزیزمی. خب شما بفرمایید. من چی بپرسم دیگه عزیزم؟ آره بس. خب اوکی عالی بود. این نقشه تا خیلی دوست داشتم. اونجا کموده یا در ورودی خروجیه؟ کموده. چقدر خوب جا شدی توش. آره بزرگه. بزرگه اوکی. خب آره جون عزیز، پس تالا تو هنوز باکره یا نه دست خورده ای؟ نه باکرم. یعنی چی دست خوردم؟ میگم من عشقام دست لمسم هم نمی کنن اینجوری. خب چجوری یادم 25 ساله بدون رابطه ای؟ جان چجوری 25 ساله بدون رابطه ای؟ خب دیگه میگذرونیم دیگه چیکار کنم؟ خب الان من اگه یه روز ندم دیوونه میشم، پریود میشم، با همه میپرم، همه رو میزنم، با همه فوش میدم. تو چجوری 25 سال هیچی نرفته تود و اینقدر راحتی؟ خب من هم دارو میخورم آروم میشم. خب چرا به جای دارو کیر نمیخوری؟ از دست تو خواهم که باحالی نمیخورم دیگه. میترسم نگاه قیافت نمیخوره. نمیتونم اطمینان کنم خواهم. صدات به قیافت نمیخوره آراد. بازم مثل کله شد. نه نمیتونم. چرا یه دفعه اشباهات صدات به قیافت و اکتات نمیخوره؟ یا مردونه باش یا زن باد دیگه. جنس صدوم هم اوکی. بعد خب تو بر دوستان توهین نکن. لیدا چطور؟ مریس هم خوبی؟ خوش اومدی. میتونی بیای کامنت بذار. لیدا میتونی بیای بالا کامنت بذارش خان. خب الان تو که به جای اینکه رابطه نداری قرص میخوری آروم شو، چرا خب همون رابطه رو نمیخوری؟ رابطه خب میگم که نمیتونم اطمینان کنم چون من علک علکی. مگه تو چی هستی؟ تو چی هستی؟ نه سینه داری نه کوس داری نه قیافه. به چی اعتماد داری؟ طلاق پاتی چه منتش بخوام؟ نه الان تو میگی من اعتماد میکنم. چی داری؟ کلت که از برج میلاد بزرگتره. هیکلتو ببین، شکمتو ببین، نه سینه ای نه کوسی نه هیچی نه موی مواد ریخته. و چی جوری حیاتی؟ خب عزیزم من مگه ترنسم برم سینه و اینا بذارم؟ خب ببخشید گیام شبیه تو نیستن که. خب دیگه